بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس از آن خدای بی همتاست و با سلام و درود بر روان پاک خاتم انبیا محمد و خاندان پاک اون حضرت. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا ایها الامام الرؤوف. حدیث امامت در کلام امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام رو دنبال می کردیم. پس از مقدمات و منابع و سند و مطالبی که گفته شد، بخش بخش این حدیث رو خدمت عزیزان عرض کردیم، عربیش رو همراه ترجمه و شرحی مختصر. ادامه بدیم پاراگراف های این حدیث شریف رو با عنوان هایی که برای هر پاراگرافی قرار دادیم. مردم کجا و انتخاب امام. فمن اين يختار هؤلاء الجهال ان الامامه هي منزله الانبياء و ارث الاوصياء ان الامامه خلافه الله عز وجل و خلافه الرسول و مقام امير المؤمنين و ميراث الحسن والحسين عليه السلام. بعد از اینکه حضرت در پاراگراف های قبلی عزیزانی که دنبال کردن این حدیث شریف رو خوب جا میفته این پاراگراف براشون، بعد از اینکه حضرت مقام امامت رو بیان کردن و توضیح مختصری هم عرض کردیم که هیچ ظالمی امام نمیتواند باشد، اون مقام های بلند امام که حتی پیامبر هم حق انتخاب ندارد و فقط ذات اقدس الهی است که امام رو انتخاب میکند و اختیار میکند، حضرت سوال میکند: فمن اين يختار هؤلاء الجهال. پس از کجا این جاهلان امام اختیار میکنند؟ ما بزرگان بشر، شخص پیامبر هم حق انتخاب ندارد، چه برسه به این جاهلان هؤلاء الجهال. به راستی امامت مقام پیامبران و میراث جانشینان است. همانا امامت جانشینی خداوند عزوجل و جانشینی رسول و مقام امیر مؤمنان و میراث حسن و حسین علیهم السلام است. مردمی که در زندگی روزمره و ساده خودشون، در مسائل پیش و پا افتاده خودشون این همه اشتباه دارن. بارها یک در مثل فارسی هم میگن که انسان دو بار باید عمر کنه، یک بار تجربه بیاموزه، یک عمر دیگه انجام بده و اون تجربه ها رو به کار ببنده. وقتی تو این مسائل، به این کوچیکی زندگی که ملموس ماست، حسی ماست، این همه اشتباه میکنیم، دقت کنن بینندگان، اگر از اهل سنت بینندگان ما هستن واقعا دقت کنن ببینید ما تو این زندگی عادیمون چقدر اشتباه داریم، چقدر پشیمانی داریم، چقدر ای کاش میگیم. به 20 سالگی میرسیم، فراوان ای کاش در ذهنمون هست، ای کاش فلان کار رو نمیکردم، ای کاش فلان کار رو میکردم، ای کاش فلان حرف رو نمیزدم، ای کاش فلان حرف رو میزدم. به 30 سالگی میرسیم، ای کاش های ما دو برابر میشه. به 40 سالگی و به هر حال اون سن کمالمون که میرسیم، دیگه فراوان ای کاش داریم. به 60 سالگی میرسیم، اون وقت ما میخواییم امام انتخاب کنیم، خلیفت الله انتخاب کنیم، جانشین پیامبر انتخاب کنیم. واقعا این اصلا جور در میاد با فطرت آدم. میتونه انسان اینو بپذیره یا نه؟ فقط خداست که میگه اون چه کسیست که زمام امور شما رو به دست میگیره. اونم چه زمام اموری؟ همه چیز شما در اختیار اوست. فرمان میده برید جنگ، باید اطاعت کنید. فرمان میده صلح کنید، باید اطاعت کنید. یعنی جانتون در واقع در دست اوست، مالتون در دست اوست، وجودتون در دست اوست. یه همچی کسی رو پس از کجا این جاهلان امام اختیار میکنند؟ ما که قبول داریم سراپا جهل و تقصیریم، ما که نه، مردم عادی، فرهیختگان بشر، کسانی که اهل علم هستن، حالا چه علوم دینی، چه علوم عصر جدید و دانشگاهی، دانشجوان محترم، آیا ندیدن خودشون
چندین بار نظریات دانشمندان بالکل مزمحل شده، چندین سال بعد، 100 سال، 200 سال بعد کلا نظریات او از بین رفته، نظریات جدید آمده. چقدر این مسئله اتفاق افتاده. اینا تازه فرهیختگان بشرن، اونم تو چیزی که تخصص دارن نظر دادن. دقت کنید، در اون چه تخصص داشتن نظر دادن و کل نظریاتشون الان جواب داده شده و رد شده، یا بعضیش، برخیش. این مغزهای متفکر بشر، اون وقت در این چیزی که تخصص نداریم، نمیدانیم، پشت پردش رو نمیدانیم، اشخاص رو نمیشناسیم، ستمکاران رو نمیشناسیم، وقت میخوایم امام انتخاب کنیم، اونم عامه مردم. ابتدای حدیث عرض کردیم که راوی میگرفتم مسجد جامع، دیدم همه دارن راجع به امامت نظر میدن، خیلی راحت. اون میگه نظر من اینه، اون میگه نه، به نظر من امام اینه، اینجوری باید باشه، امامت مقامش اینجوره. واقعا یه مقدار انسان تأمل کنه و به فطرتش رجوع کنه، میبینه واقعا نمیتونه این رو بپذیره. در فتنه رهاییم یا زامن آهو، بیتاب و شکیبیم، تنها و غریبیم، بی سقف و سراییم یا زامن آهو، سرگشته تر از عمر، برگشته تر از بحر، جویای وفاییم یا زامن آهو. مدد یا علی موسی رضا، مدد یا علی موسی رضا، مدد یا علی موسی رضا. پاراگراف بعد، امامت نظام اسلام. حالا امام برمیگرده، این سوال رو کرد امام، حالا خود به امام میفرماید، به قول من اینجوری میخوام بگم، امام میفرماید مردم که نمیدونن، بذارید من یکم بگم امامت چیه و صاحب این مقام که امام باشه چه کسی باید باشه. ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی، بالامام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف، و الامام یحلل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه والحجت البالغه. واقعا لذت میبره. خدایا شکر میگیم تو رو که ما از شیعیان اهل بیت، از شیعیان علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. پایه یه همچی عباراتی که انسان میخوانه و لذت میبره. به درستی امامت زمام دین، افسار دین، نظم و نظام مسلمانان، اصلاح دنیا و عزت مؤمنان است. من سوال میکنم، یکی از جملاتی که بسیار گفته شده در فریقین، شیعه و اهل سنت همه نقل کردن، ابوبکر در ابتدای زمان خلافت خودش همون اوائل بود، چندین جمله داره. یک، انلی شیطانن یعترینی، من یه شیطانی دارم که یک سر منو وسوسه میکنه. حالا اگه به راه راست رفتم شما منو کمک کنید، اگه به راه نادرست رفتم شما منو اصلاح کنید و بهم تذکر بدید. و انزق تو فقومونی، یه همچی مضمونی. اینه واقعا نظام مسلمانان، اصلاح دنیا و عزت مؤمنان، زمام دین. اینه واقعا خودش بارها گفت. اینا همه که عرض میکنم متفق شیعه و اهل سنت ها، مکرر و متواتر. ای کاش من چند کار رو انجام نمی دادم. یک، ای کاش لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش، اکشف یعنی پرده دری، ای کاش نسبت به خانه فاطمه پرده دری نمی کردم.
برید ببینید اهل، نمیخوام ادعا کنیم، برید تو کتب تو این نرم افزارها بزنید این رو، لیتنی لم اکشف بیت فاطمه. شیعه و اهل سنت اینو گفتن، گفته ابوبکر اینو بارها، متواتر نقل شده. این صاحب این مقام واقعا خودتون قضاوت کنید، اصراری هم نیست، لا اکراه فی الدین، یعنی که زور کنیم آقا بیا شیعه شو، آقا بپذیر، نه، خودتون برید ببینید. هیچ کس هم به اجباری نداره، نه به زندان میندازن نه به هر چیزی، به هر حال خودتون تشخیص بدید. حیف یک وجود انسانه که امیرالمؤمنین فرمود اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. ای بشر، انسان، فکر میکنی یه جرم صغیری تو این دنیا، عالم اکبر در توی خلاصه خواهد شد، میتونه خلاصه بشه. دانشجویان عزیز، بینندگان عزیز، حیف یک وجود انسانه که در اعتقاداتش خوب و با بصیرت نباشه. عمر، این هم متفق شیعه و سنیه، بارها متواتر نقل شده که گفت ان بیعت ابی بکر فلتتون، بیعت فلته یعنی خطا، غلط، یه کاری که عجولانه سر بزنه، اینو میگن فلته. بیعت ابوبکر یک غلطی بود، خطایی بود، کار شتاب زده ای بود. و قال الله المسلمین شرها، خداوند مسلمین رو از شر اون حفظ کنه. الله اکبر. هر کس، ادامه کلام عمر، هر کس دوباره همچی کاری کرد بکشیدش. این یعنی چی؟ این رو توضیح بدید، واقعا توضیح بدن این یعنی چی. وقت اینه صاحب مقام امامت، یه همچی شخصی، یه همچون شخصی که همچی کلماتی میگن. امامت اساس اسلام نجات دهنده و شاخه بلند مرتبه آن است و تمام بودن نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و زیادتی غنیمت و صدقات و اجرا کردن حدود و احکام و محافظت مرزها و اطراف سرزمین اسلامی با امام حاصل می شود و این امام است که حلال خداوند را حلال می کند و حرام خداوند را حرام می کند. حالا خیلی مطلب هست، من هی می خوام وارد نشم، زودتر انشالله به فرجام برسونیم این حدیث رو، بینندگان خسته نشن، ولی حیفم میاد باز. متفق شیعه و عامه است، خودش گفت عمر ابن الخطاب متعتان محللتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما. این دو متعه در زمان پیامبر بودن، حلال بودن، من اون دوتا رو حرام میکنم و انا احرمهما، یعنی این واقعا امام حلال خدا رو حلال میکنه، حرام خدا رو حرام میکنه، آنچه خدا حلال قرار داده امام هم حلال ابلاغ میکنه، آنچه خدا حرام قرار داده امام حرام اعلام میکنه. یعنی پیامبر نعوذ بالله نمیدانست که کانتا علی عهد رسول الله، این دوتا حلال بود زمان پیامبر، خودش داره میگه و انا احرمهما، من این دوتا رو حرام میکنم. بعدم حد میزنم برش، پشترش گفت بعدم مجازات داره هر کس انجام بده. و حدود خداوند را به پا می دارد امام علیه السلام و از دین خداوند پاسداری می کند و به راه پروردگارش با حکمت و موعظه نیکو و برهان رسا دعوت می نماید. واقعا از چی بگه انسان؟ کدومش رو بگه واقعا؟ 70 مرتبه خلیفه دوم عمر ابن الخطاب شنیدن اکثرا لو گفت لولا علیون لهلک عمر. واقعا امام کسیه که بگه اگر فلانی نبود من هلاک می شدم، این درسته؟ حالا نمیخوایم وارد چیز عقاید شیعه بشیم، این تذکر رو هم عرض کنم، شیعه کاری نداره که اهل سنت چی قبول دارن چی ندارن، همونطوری که اهل سنت قبول ندارن که شیعه چی قبول داره چی نداره. ما شیعه هستیم، اثناعشری، اعتقاد خودمون رو داریم، هر کس میخواد هرچی قبول داشته باشه نداشته باشه، ما نسبت به خلفا اعتقادات خودمون رو داریم. اینی که عرض میکنم بابت این که هی میگم
متفق شیعه و اهل سنت هست، خب به هر حال شاید از بینندگان عزیز از اهل سنت باشند یا کسانی که شبهاتی براشون شده، برای این عرض میکنم این اشتباه نشه، این چیزایی که عرض کردم متفق شیعه و اهل سنته، و الا اگر مراجعه کنیم به اعتقادات خودمون که فرق میکنه مسئله، ما اعتقادات خودمون داریم راجع به خلفا، راجع به امامانمون. این هست که وقتی این وقت انسان مراجعه میکنه به زندگی امامان معصوم ما که همونقدیش که متفق شیعه و سنیه، همونقدر، نه اونی که فقط ما میگیم، میبینه تمام این خصلت ها در اونها نهفته است، تمام در تاریخ ثبت شده که مثال بارزش جلسات امام هشتم که حالا حدیث ام از حضرت هست، جلسات علمی مفصلی که مأمون ترتیب میداد و امام هشتم تمام علمای ادیان رو با دین و کتاب خودشون جواب میداد و همه حتی ادیان دورافتاده که اصلا آشنایی نداشت کسی، این امام معصوم، این اون کسی که باید زمام مسلمین رو به دست بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.